خب من قبلا این پروژه رو ساختم، پروژه‌ای که در جلسه 13 راجبش صحبت کردیم که میخوایم درستش کنیم. ببینید، من همیشه به دانشجوام اینو میگم، به شما هم میگم، اینکه اگه شما وقتی میخواید یه پروژه‌ای رو درست کنید که سنگینه، یعنی لایه‌های زیادی داره، از اول نیایید یه عالم لایه درست کنید، خط به خط برید جلو. یعنی اول ویدیوی اصلی، بعد اون نوشته‌ای که میاد روش، بعد افکت‌ها، همینجوری آروم آروم برید جلو. بعدن میشه اینا رو جابجا کرد، که حالا جابجا شدنش مهمه، اینکه کدوم یکی بالای کدوم یکی باشه یا کدوم یکی زودتر از اون یکی بیاد. ولی اینکه از اول بخوایم پروژه سنگین کار کنیم، زمان برگیج کننده، خسته کننده، اصلا مهمتر گشنتون میشه. یه چیزی که باید بدونی اینه که تو کارهای میکس و ادیت به شدت آدم گشنه میشه، خیلی انرژی میبره از آدم، از ذهنی، همه چی. اینه که اگه میخواین یخچال سالم بمونه، لایه لایه کار کنیم. اوکی، خب ببینیم چی داریم، چند تا لایه داریم اینجا در این پروژه که حالا یاد میگیری چجوری لایه درست کنیم. 8 لایه ویدیویی داریم. آسم. 8 لایه ویدیویی. و چند تا صوتی داریم؟ 3 لایه صوتی داریم. من اینو اینجا توی نرم افزار ادیوس میشه این خطای لبه پنجره ها رو کشید و جابجا کرد و بهتر بره. ببینید، لایه‌های ویدیویی ما هست. نمیدونم بیشتر بشه تا اینجا میشه، و الان تحلیل میکنیم که چه اتفاقی افتاده، بعد میسازیم. اتفاقی که افتاده اینه، خب لوگو رو که میبینین، لوگو اینجا هست، اینجا هست، اینجا هست، از اینجا در میپره میره بالا، از این بالا کارش ادامه میده. بنابراین لوگو شما همیشه داره پخش میشه. یه فیلم اینجا هست که همین فیلم دست منه که فلش رو از لای موبیل پیدا میکنه، میاد تا اینجا. اینجا اون به اصطلاح دیوار میاد پایین، نگاه کنیم، دیوار اینجا میاد پایین و یه صدا اتفاق میفته، صدای خوردن این دوتا دیوار، و بعد اینجا پخش میشه. یک میکروفون با یه سری وسایل موسیقی در پس زمینه، نوشته اول که این لایه باشه، ترانه های سر کلش پیدا میشه. اینجا نوشته دوم که گم شده باشه، سر کلش پیدا میشه. این ذرات مثل پودر طلا هم که همه جا هست اینجا میبینینش، لوگو هم دارین. این جیگر هم از اینجا، دستم اینجا رو لایش، از اینجا سر کلش پیدا میشه. و بعد یه نوشته دیگه داریم اینجا، این تاریخ اجرا شدن این برنامه رو نشون میده که این لایه باشه. پس میبینین که شما به تعداد لایه هایی که دارید اینجا، اتفاقای اینجا میفته. خب همونطور هم که توی فایل، توی پنجره بین میبینید، فایل های ویدیوی ما اینجا هست، صدا همونم اینجا، 3 تا صدا داریم و این تعداد فایل ویدیویی که بعضیش عکسه، بعضیش فیلمه. اونایی که عکس علامت کامرا داره، اونایی که فیلم علامت نگاتیو داره. خب من این پروژه رو یه بار دیگه سیو میکنم برای خودم اینجا داشته باشم که بعدا مراجعه کنم. خب ما میخوایم یه همچین چیزی بسازیم، پس باید این فایل ویدیویی رو بیاریم، صدا رو بیاریم. ما از اول شروع کنیم.